بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. خیلی خوشحالم که باز با دوست جوانی هستیم و میدونید که ما سالهاست برنامه رو به عنوان پناهجویان رو دریابیم از تلویزیون مردم پخش میکنیم و هدفمون این هست که یک قدم کوچکی برداریم، کمکی باشیم برای دوستانی که خانواده و کشور خودشون رو رها کردن و در پی آزادی در کشورهای مختلف دنیا، من بهش میگم در حالت برزخ زندگی میکنن تا تکلیفشون معلوم بشه. مدت ها بود، یکی دو ماه که من با آقای رضا سلطانی و دوست دیگهی که احتمالاً هفته آینده باشون صحبت میکنیم قرار میذاشتیم و به خاطر این اختلاف زمان و ایشون کار میکنه ما کار داریم و اینها نشد، ولی امروز خوشحالم که با این دوست جوان هستیم، آقای رضا سلطانی مهاجرانی و ایشون از دانمارک هستن. اجازه بدیم من بهشون خوش آمد بگم و میکروفون رو در اختیار ایشون بذارم تا به من و شما بگن که آقای رضا سلطانی مهاجرانی کیست، از کجای ایران است، چگونه امروز در دانمارک زندگی میکنه، چند وقت هست در دانمارک هست و شرایط اقامتش چیه و در انتظار چیست. آقا سلام میکنم به شما، خیلی خوش آمدید. بفرمایید که آقای رضا سلطانی کیست و امروز در دانمارک چه کار میکنه. بفرمایید. بله، با سلام و احترام خدمت شما دوست عزیز و بزرگوار جناب سوری عزیز، بالاخره قسمت شد که بعد از مدت ها ما با هم صحبت بکنیم. همونجور که فهمیدین بنده رضا سلطانی مهاجرانی هستم، از ایران، شهر تهران، که از سال 2016 به صورت پناهجو وارد دانمارک شدم، درخواست پناهندگی دادم و بعد از اینکه دو بار مصاحبه انجام دادم، اینترویو رفتم، در واقع جواب منفی گرفتم و اینکه طبق روال دانمارک بعد از اینکه جواب منفی میگیری میتونید که وکیل انتخاب بکنید و الان حدود 1 سال و 9 ماه هستش که از تاریخ منفی من میگذره و خدا رو شکر به تازگی تاریخ دادگاه مشخص شد و به امید خدا 24 ام همین ماه میتونم از کیسم دفاع بکنم در دادگاه و اینکه ببینیم که به چه ترتیب پرونده ما رسیدگی در واقع میخواد بشه. اینکه سالیان سال هستش که منتظریم تا ببینیم که به چه ترتیب این اتفاق رقم بخوره برای ما. من در خدمتتون هستم. من سوالی که از شما دارم اینه که شما نوکیش مسیحی هستید و دانمارک میدونه که اونهایی که دین اسلام رو ترک کردن به عنوان مرتد شناخته میشن و حکمشون هم در اسلام هم در ایران به اصطلاح قتل و اعدام و اینها است. چرا این کشور دانمارک الان مثلا شما 3 سال اونجا منتظر هستید، میگید یکی دو بار مصاحبه کردید به اصطلاح قبول نشده، تا حالا وکیلم حق دارید و امیدواریم این بار با وکیل به اصطلاح به نتیجه برسه، چرا اینها اینقدر مشکل میگیرن، یعنی با وجودی که میدونن شما مسیحی هستین؟ ببینید جناب سوری عزیز، خب متاسفانه دولت دانمارک فکر میکنه که من، حالا به شخص خودم رو دارم میگم، اومدیم اینجا برای خوشگذرونی یا اینکه اومدیم اینجا که بتونیم یه زندگی ایدئالی رو برای خودمون تشکیل بدیم، بتونیم که یه شرایط ایدئالی رو داشته باشیم، در صورتی که اصلا چنین چیزی نیست. وقتی که من پشت میکنم به تمام زندگیم، به تمام وابستگی هایی که توی کشور خودم داشتم، به خانوادم، به مادر مریضم که داشتم، وقتی که خب خیلی برای من چیزه، من یک لحظه دیدار با مادرم رو با دنیای عوض نمیکنم، ولی متاسفانه مجبور شدم که مادر مریضم رو بذارم توی کشورم و بیام اینجا که بتونم جونم رو در واقع نجات بدم. که وقتی که اومدم اینجا اتفاقا با خودم گفتم که کاش میمونم، خب
دست آخر این بود که از اول چند بار دیگه مادرم رو میدیدم و در آخر اعدامم میکردن. ولی خب میدونستم که اگر میموندم اتفاقات که برام میافتاد، اگر قرار بود که مادرم چند سال بیشتر زندگی بکنه، با اون اتفاقات چیز زودتر از بگیرم. خب دولت دانمارک هم همونطوری که گفتم خدمتون فکر میکنه که اینجا اومدیم ما برای اینکه بخوایم خوش بگذرونیم، تفریح بکنیم، درآمد آنچنانی داشته باشیم، ولی اصلا چنین چیزی نیستش. خب ما اومدیم اینجا و وقتی که من توی ایران توسط حکومت مزدور در واقع آخوندی، وقتی که مشکلی که برام به وجود آمد و مجبور به ترک ایران شدم، خب یه سری جزوه‌های مسیحیت از من پیدا کردن. من یه صلیب بزرگ روی بازو سمت دست راستم تاتو دارم. خب اینا همه اینا رو دیدن و همه اینا شد شواهد، در صورتی که اون اتفاقی که برای من افتاد اصلا چنین چیزی نبود. من توی سیستم دولتی کار میکردم و اومدم که جلوی در واقع اینا رو بگیرم، چون به چیزایی دست رسیده بودم، چیزایی رو متوجه شده بودم. من تفتیشگر گمرک بودم، در واقع اختلاسایی رو من از اینا متوجه شده بودم و خواستم جلوشون وایسم که بگم که آقا این پولایی که دارید شما جا به جا میکنید اصلا رقماش چنینی نیست. خب بار بار اول به مسئول خودم که مسئول مستقیم هم بود گزارش کردم که یه همچین رقمایی رو من دارم میبینم که اصلا نباید این چنینی باشه. بعدش به مسئول بالاتر دیدم اصلا پیگیری نمیکنن، که مجبور شدم همه اینا رو گزارش بکنم به سیستم حفاظت اداره که متاسفانه عوضی که بیان اینا پشت منو بگیرن، عوضی که بیان بگن که خب چه کارمند خوبی، چه سیستمی، بیان پیگیری این قضیه رو بکنن، افتادن دنبال این که حالا خب بیایم یه آتوی از این پیدا بکنیم اینو از بین ببریم. خب اینا همشون خودشون دستشون تو کار بوده، همشون خودشون با هم ظاهرا از یه جایی داشتن تغذیه میشدن و همشون کمر به این بستن که منو از بین ببرن. خب بعد از چندین و چند بار رفتن و اومدن، من دیگه به یه جایی رسیدم که دیگه دیدم که واقعا دیگه راهی جز فرار کردن ندارم، چون جزوهای مسیحیت منو پیدا کرده بودم. دقیقا زمانهایی بودش که من با چند تا از دوستانم توی ایران که حالا نمیتونم اسمش ببرم چون هنوز یکی دوتاشون هستن، یکی دوتا دیگه شون هم فرار کردن مثل من. خب دقیقا زمانی بودش که ما خب جوون بودیم و میخواستیم که به یه آرامش تقریبا نسبی برسیم و اینو متوجه شده بودیم که در دین مسیحیت همونجوری که الان من بهش رسیدم آرامشی هستش که در هیچ جای دیگه نیست. و شروع کردیم به مطالعه در این مورد، با اینکه خب تماما به صورت پنهانی بود و دسترسی به چیزهایی نداشتیم و از طریق همون جزوه ها و اینجور چیزها بود به قول معروف ما شروع کردیم مطالعه. و همونطور که عرض کردم خدمتون، به جایی که اینا بیان پشت ما رو بگیرن، کاری کردن که ما رو فراری بدن و خودشون با خیال راحت بتونن اون کارهایی که دارن انجام میدن. و اینکه من از وقتی که وارد دانمارک شدم خب زندگی جدیدی رو شروع کردم، با اینکه همه چیزامو از دست دادم، خونه و زندگی و ماشین و همه چیزامو از دست دادم، ولی اومدم توی این کشور از صفر شروع کردم. با اینکه زبانی بلد نبودم، با اینکه به قول معروف هیچ چیزی نداشتم، توی کمپ شروع به زندگی کردم و از همون روزهای ابتدایی چون از اون بچگی یاد گرفته بودیم که اکتیو باشیم و فعال باشیم، یاد گرفته بودیم که هیچ موقع بیکار نباشیم، شروع کردم گشتن دنبال پرکتیک جایی برای کار کردن اینا، چون در دانمارک اجازه کار ندارن فنان و فقط میتونن پرکتیک بگیرن و من الان هم پرکتیک دارم و خدا رو شکر میکنم که یک دوست بسیار خوب. یعنی واقعا بعضی موقع های افرادی تو زندگی آدم شکوفا میشن که از برادر به آدم نزدیکترن، که من همینجا از طریق این برنامه هم دوست دارم تشکر خیلی زیادی بکنم از این دوست عزیزم که واقعا با آغوش باز منو قبول کرد، الان پیش ایشون هستم
دارم پرکتیک انجام میدم، در کنارش کار زیادی یاد گرفتم خدا رو شکر، و اینکه تونستم فعالیت های بسیار زیادی در مسیحیت انجام بدم. هر هفته کلیسامو برم، به صدای قلبم گوش کنم جناب سوری، هم جهت بشم با اون چیزایی که خداوند برای من میخواد و بتونم که یک ایماندار واقعی باشم و آزادانه فعالیت مسیحیتمو ادامه بدم. و این برای من بسیار ارزشمنده که میتونم اون وظیفه‌ای که دین مسیحیت بر دوش من گذاشته رو آزادانه، یعنی با اون فراغ باز، یعنی با آزادی کامل، در کشوری هستم که با آزادی کامل میتونم فعالیت مسیحیت هم رو انجام بدم، بشارت بدم و اینکه فعالیت هامو داشته باشم در مورد مسیحیت. و همینجا میخوام از طریق برنامه شما شهادت بدم که خداوند ما عیسی مسیح وقتی که بر روی صلیب رفت تمامی گناهان ما رو بخشید و این برای من بزرگترین ارزش داره که تمام سختی ها، تمام اون گیر و گورهایی که تو زندگیم بوده از بین رفته و تمام گناهان من بخشیده شده. توی ایران همیشه فکر میکنم که آدم گناهکار هستیم، چون در دین اسلام همیشه آدم میگه که فکر میکنه که با کاری که کرده، حالا اگر یک دروغ حتی تو بچگی گفته رفته جهنم، ولی در دین مسیحیت چنین چیزی نیست. همه چیز خداوند همه رو با آغوش باز میپذیره، که خداوند در انجیل متا باب 9 آیه 14 میفرمایند که من پرهیزکاران رو دعوت میکنم. این پرهیزکاران رو دعوت میکنم در واقع گناهکاران هستن، یعنی خداوند میفرماید که من آمدم تا اونایی که پرهیزکار هستن که هستن، اونایی که گناهکار هستن و با خودم به قول معروف هم مسیر کنم، هم سو بکنم. خب اینا همش برکت ها و وجود عیسی مسیح هستش که در زندگی من وجود داره. آقای سلطان، شما صحبت از مسیح و کلیسا میکنین، آیا کلیسا هم به شما کمک میکنه؟ مثلا شما میگید که چون بار اول دوم مردود شدین حالا وکیل داره، اینجوری نیست که براتون کلیسا وکیل گرفته باشه؟ ضمناً وکیلتون الان چی فکر میکنه؟ یعنی شما شانسی دارید که اقامت بله بفرم. ببینید، خب کلیسا، خب اون دوستان ایرانی که هستن نه، اینجا به این ترتیب نیستش که کلیسا بخواد وکیلی رو برای ما اختیار بکنه. کلیسا در نهایت یک نامه فعالیت به ما میدن که فعالیت هایی که در کلیسا به صورت مستمر داریم، اون نامه کلیسا رو ما همه رو جمع میکنیم میبریم پیش وکیلمون. من هفته دیگه سه شنبه در واقع یک جلسه قرار ملاقات دارم با وکیلم، هنوز وکیلمو ندیدم. بعد از یک سال و نه ماه که وکیل انتخاب کردم، اینجا به این ترتیب هستش که قبل از مصاحبه، یعنی یک هفته یا ده روز قبل از مصاحبه، شما یک جلسه وکیلتون میبینی، وکیل توضیحاتی رو میده، دو ساعت حالا سه ساعت، معمولا دو ساعت سه ساعت، حالا چیزی که تجربه بچه ها داشتن و گفتن، دو سه ساعت ما با وکیلمون هستیم و به همون در واقع اون همون کیس خودمونو، یعنی چیزی عقب و جلو نمیشه، چیزی هم بالا پایین نمیشه، همون کیس خودمونو برامون بازگو میکنه و میگه اینجا فایل های شما هستش که باید پیگیری بکنیم و همون پرونده رو در واقع میارن توی، یعنی دادگاه، و این کار انجام میشه. یک بار ما فقط وکیلمون رو در واقع میبینیم، بیشتر از این نیستش که بخوایم بگیم که اوکی، خب حالا من توی ایرانم کاری که داشتم وکیل های متعددی باشون کار میکردم، خب همش در تماس بودیم، همش با هم تغییر کارهامون بودیم، ولی اینجا ما نه وکیلمون رو میبینیم نه وکیلمون با ما، یعنی به اون صورت وقتی میذاره، یعنی طبق قانون هستش، نه اینکه نخوان بذارن. احتمالا این وکیلا وکیلای تسخیری هستن که به اصطلاح
ممکنه از دولت هم حتی پول نگیرن، فقط این کار انجام میدن. بله دقیقا همینطور هستش. یعنی تا اونجایی که من میدونم، حالا این که درست هست یا نه، این وکیل ها هم تا اونجایی که من میدونم هیچ پولی دریافت نمی کنن. یعنی برای انسان دوستانه این کار رو میکنن و در واقع کمکی میکنن به پناهنده ها که پرونده هاشون رو پیگیری میکنن و از طریق حالا اون شانس مجددی که به پناهنده ها داده میشه در واقع پیگیری پرونده شون رو میکنن. خیلی ممنون آقای سلطانی، اجازه بده ما برای شما بهترین ها رو آرزو کنیم و امیدوارم، شما گفتید دو هفته دیگه نوبت اون مصاحبه یا دادگاه رو دارید، امیدوارم از اونجا خوشحال بیان بیرون و ما رو هم در جریان بذارید. و من باز به دوستان پیشنهاد میکنم در هر جای دنیا که هستن اگر امکانی دارن میتونن کمکی کنن به پناهجویان. من هیچ وقت از دوستان پناهجو سوال نمیکنم شما چرا میخوای پناهنده بشی، و هر کسی به هر دلیلی به نظر من حق داره هر جای دنیا که میخواد زندگی کنه. امیدوارم اگر دوستانی هستن در کار اقامت و پناهجویی و پناهندگی اینها میتونن کمکی کنن، با شما تماس بگیرن و دوستان دیگه هم به اصطلاح بتونن هر جا که میخوان آزادانه زندگی کنن و این زندگی جدیدشون رو با موفقیت، چون ایرانی ها هر جا میرن معمولا موفق هستن. همون خود شما الان نشون میده وقتی از اون صاحب کارتون صحبت میکنید مثل یک برادر، مثل یک دوست ازش یاد میکنید و ازش تشکر میکنید. این قدردانی و تشکر کردن خودش ارزش زیادی داره. من از شما ممنونم، خوشحال شدم که باهاتون بالاخره تونستیم صحبت کنیم و امیدوارم در آینده خبر قبولی شما و اقامت و اینها رو از خود شما بشنویم و با دوستان هم در میون بذاریم. اگر باز صحبتی دارید بفرمایید، اگر نه از شما خداحافظی میکنیم و به امید دیدارتون بعد از مصاحبه. سلامت باشید. من هم همینجا از شما تشکر میکنم، ببخشید اگر این که وقتتون رو گرفتم. بالاخره قسمت شد که بنده سعادت اینو داشته باشم که با شما مصاحبه بکنم و هم کلام بشم. این برای من بسیار جای خرسندی و شادی داره که تونستم با دوست خوبی همچون شما مصاحبه بکنم. و اینکه از همینجا میخوام دعا بکنم برای تمامی دوستانم در دانمارک و در تمام این دنیا، در تمام کشورهایی که درخواست پناهندگی دادن، از صمیم قلبم برای تک تکشون دعا میکنم. امیدوارم که هرچه زودتر، یعنی من اون حالا تو این مدت‌هایی که با هم صحبت میکردیم اون کلمه برزخ شما رو خیلی برای من جالب هستش، این که میفرمایید برزخ، واقعا برزخه. امیدوارم که تمام دوستانم در همه جا، چه در دانمارک، آلمان، حالا هلند، دوستانی که حالا کم و بیش من میشناسم و باهاشون صحبت میکنم یا نمیشناسم، براشون آرزوی سلامتی میکنم و امیدوارم که هر چه زودتر، چون شاید باورتون نشه اینجا ما صحنه هایی رو میبینیم از دوستانی که جواب منفی میگیرن و در کلوز کمپ ها هستن و اون افسردگی ها و قیافه ها و اون اتفاقات بد، یعنی واقعا بده. یعنی خانواده ها، بچه های رو میبینم که توی کمپ های بسته به دنیا اومدن، الان 7 سالشونه 8 سالشونه اون بچه ها و هیچ حق زندگی ندارن در همون کمپ بسته. وقتی که قیافه یه طرف رو نگاه میکنی متوجه میشی که این چقدر افسردگی داره. همینجا از خداوند میخوام که همه شون رو کمک بکنه. یعنی دولت ها دیگه یه موقعی چیزهای هستش که دیگه دست دولت ها نیستش، سیاست هاشون رو همه کشور رو طبق سیاست های خودشون دارن دنبال میکنن و متاسفانه دانمارک هم الان مدتی هستش که خب پناهجویان زیاد بهش علاقه نداره و اینکه والا زیاد. ممنونم آقای سلطانی. آقای خوشنودی از کالیفرنیا نوشتن به امید موفقیتتون در این پروسه دشوار و سخت. ایشون همشهری من هستن. ما هم براتون بهترین ها رو آرزو میکنیم، امیدوارم در زندگیتون سلامت باشید. خیلی خیلی خوشحال شدم، امیدوارم که
خداوند کمک بکنه و دو هفته دیگه خبر خوشحالی خودم رو در واقع و حالا اگه دوستان دیگه هم بودن بهتون بدم و ممنونم از اینکه وقت داشتید برای من. بازم تشکر کنم، خوشحال شدم با تو صحبت کردم. سلامت باشید، مرسی عزیزم، با امید دیدار، موفق باشید. دوستان عزیز با خدا نگهدار، با آقای رضا سلطانی مهاجرانی بودیم از دانمارک و امیدوار باشیم که ایشون هم پروندهش در این مصاحبه یا دادگاه آینده که دو هفته دیگه هست قبول بشه و ایشون هم بتونه زندگی جدیدش رو در آزادی سر سامون بده و موفق باشه. خب دوستان عزیز، گفتم شما هم اگر میتونید کمکی از دستتون برمیاد، به قلمی، به قدمی، به دیناری کمک کنید به این دوستان، خیلی مهمه. یکی از دوستان از من میپرسه چرا آقا اینها اینجور اونجور؟ میگم برای که من خودم تو این شرایط بودم و میدونم که هر کسی به نظر من حق داره به هر دلیلی. چون اگه یادتون باشه این آقای رفسنجانی وقتی زنده بود میگفت که اینایی که رفتن خارج برای اینکه ما گفتیم کنار دریا باید نمیدونم زنها جدا باشن، آقایون جدا باشن، اینا برای اونا، برای اون دریا و این چیزا رفتن. اصلا همچین چیزی نیست. این بود که شما همه چی داشته باشی ولی آزادی نداشته باشی، به این خاطر. در صورت ممنون و متشکر از این دوستان و اجازه بدید که برنامه رو پی بگیریم. خبر خوب این که آقای فرزاد نیساری حدود 37 دقیقه دیگه با ما خواهند بود. ایشون هم همشهری خوب ماست و بارها گفتم شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه های خودتون رو داشته باشید و اگر هم خودتون نمیخواید برنامه بذارید، میتونید از افرادی که برنامه هاشون رو تماشا میکنید و برنامه هاشون رو دوست دارید استفاده کنید، برنامه های اونها رو در تلویزیون مردم هم نشون بدید. و اما یک خبر خیلی بد امروز صبح من دریافت کردم که متاسفانه با وجودی که اون دوستمون آقای سعید سمایی قرار بود برای من یک نوشته‌ای رو بفرسته و من بخونم، ایشون هنوز نفرستاده، احتمالاً از ساعت برنامه من خبر نداره. به غیر از اون من گفتم ایشون اگر بفرستم من نخونم و صبر کنیم تا این خبر. ببینید وقتی یه نفر فوت میشه اینجا من و شما با خبر میشیم، خیلی وقتا فامیل دوستان نمیدونن به فامیلشون توی ایران چجوری خبر بدن، یک دو روز اصلا در یه حالت شوک هستن. و این دوست ما که واقعا مثل داداش ما بود فوت شده دیشب، امروز صبح به من خبر دادن. یعنی ما اینقدر با هم نزدیک بودیم که حتی اسم هم دیگر رو صدا نمی‌کردیم، میگفتیم داچی. شیرازیا به داداش، داداشی میگن داچی و ما همدیگر رو با داچی صدا می‌کردیم. و این حالا من خبر اگر به اصطلاح، اولا خود من 100% مطمئن نیستم با وجود که آقای سمایی کاملا بهش اطمینان دارم، ولی بعضی وقتا این خبرها متاسفانه پخش میشه، بعدن یه نفر میگه من اشتباه کردم، مثلا به جای اینکه بگم تو کما هستن گفتم فوت شده. اینها نمیدونم، یه حالت همون شوکی که گفتم در من و داداشام هم الان هست. نمیتونم بگم، امیدوار باشیم این خبر دروغ باشه، چون میگم از جایی به من گفته شده که فکر نمیکنم حتی 1% امکان نادرست بودن این خبر باشه، ولی فعلا بذارید امیدوار باشیم تا ببینیم بعد چی میشه. و اما ماجرای ایران، ماجرای آمریکا، ماجرای کره شمالی. دنیا الان در یه شرایط خیلی بدی هست. یعنی دیشب داشتم یه برنامه رو نگاه میکردم، خیلی جالب بود، گفت کره شمالی موشک هوا میکنه، آمریکا تهدید میکنه، ایران میگه من به اروپا به اصطلاح تهدید میکنه، اگه شما هم بخواید زیر قرارداد بزنید ما چنین میکنیم و چنان. بعد میگه بیشتر خبرها معطوف شده به این که بچه نمیدونم خانواده سلطنتی که نوبت هفتم رو داره، 6-7 اسم براش گذاشتن، دنیا آمد. خب دنیا آمد که آمد، یه مفتخور دیگه اضافه شد، ناگفته نماند. هم پدرش هم مادرش گویا از این شاه و شاهبازی
خسته هستن و گفتن اصلا به این اون لقب پرینس و اینها رو هم ندین، ما میخوایم بریم دنبال کار و زندگیمون، مثل آدم ها زندگی کنیم. اینم از این ماجرا. حالا نظر شما چی هست؟ ایران از اونجا تهدید میکنه؟ این نمیدونم شما سگ و حیوان و اینها داشتید نداشتید، حتی سگه میدونه شما صاحبش هستی، خوراک که میذاری جلوش یه دندون بهت نشون میده، یعنی این اگه خواستی دست کنی به این خوراک با من طرفی. حیوان ها وقتی میخوان با هم دعوا کنن دندونشون رو به هم نشون میدادن، به خاطر همین هم هست میگه که طرف رفته دندوناش رو تیز کنه یا دندونش رو به من نشون میده و اینها، ولی خیلی وقتا دعوا انجام نمیگیره. همین ترامپ که اینقدر شاخ و شونه کشید، دیشب میگفت که، یا دیروز میگفت که من منتظر یه تلفن از ایرانم. خب حالا شما ببینید کسی که اینقدر قلدربازی در میاره بعد میگه من منتظر یه تلفن از ایرانم که بشینیم یعنی با هم صحبت کنیم. از اون طرفم خبر میاد که ایران و آمریکا دارن پشت پرده صحبت میکنن. ضمناً یک کاریکاتوری بهتون هفته پیش گفتم کشیده شده بود که بذارید اگر بتونم اینجا نشونش بدم به شما، و اون ترامپ رو نشون میده که مانند یه شخص نابینا که عینک زده یه سگی رو از این سگایی که کمک میکنن داره دنبال میکنه، و این سگه کی هست؟ نتنیاهو، و علامت اون چیزم گردنشه، پرچم چیز اسرائیل یا بگید دیگه، یا اون علامت صهیونیستا. و به کجا این ترامپ رو میکشن ما نمیدونیم، باید صبر کنیم و ببینیم. از این طرف آمریکایی‌ها بعضی هاشون به خودشون اومدن و گفتن دیگه بیخیالی کافیه، این همه امور آمریکا رو به گند کشیده و باید یک کاری انجام بده. پسرش رو گفتن باید بیاد جلو مجلس دوباره، به اصطلاح تقریبا مثل استیزا، و چون قبلا هم دروغ گفته، هم با وجود که ادعا میکنه جوونه و از مغز باباش هم به ارث برده خیلی باهوشه، هی گفته چیزی یادم نمیاد تو اینها، تا بعد فهمیدن همه رو دروغ گفته. و یک، بذارید من اینو به شما نشون بدم، بله این کاریکاتور اگر بتونم بیارمش اینجا، پلیر دو، بله نگاه کنید. میدونید که وقتی که آمریکا بمب اتم انداخت روی هیروشیما، یه سری کاریکاتور کشیدن که یه کبوی یا یه گاوباز سوار این موشک بود یا سوار بمب بود و داشت میرفت اون کلاش هم ور میداشت چیز میگه. این خیلی جالبه، هر کی کشیده، فکر کنم نوشته شیدا، اینجا نوشته شیدا، اینم بازی که از همون بحثایی که اسمشون رو می‌نویسن، میچرخونن، نقطه رو بالا میذارن، نقطه رو پایین میذارن. هدف از نوشتن اسم اینه که ما بفهمیم چه کسی این رو کشیده، بعد اگه اسمتون اینجوری لاش و واش میکنی که معلوم نشه چه فایده ای داره. بله میگه که یک کبوتر سول، که معمولا کبوتر سول یه شاخه از زیتون هم، از درخت زیتون به علامت سول نوکش میگیره و میبره، این ترامپ میبینید که نشسته روی بمب ولی این کبوتر رو گرفته در دست. حالا شما این ماجرای دم حضرت عباس رو قبول کنید، یا گفت قسم حضرت عباس یا دم خروس، من گفتم دم حضرت عباس. خب در هر صورت اینم همینه، این بمب رو باور کنیم، این شخصیت نامتعادل ترامپ رو باور کنیم، یا این پرنده صلح و دوستی که در دستشه ولی همچین اون رو هم فشار داده و چلونده که فکر کنم این پرنده اگه آزادش هم کنه بال شکسته و نمیتونه پرواز کنه. و اما میگه که بعضی از هموطنان شدن کاسه داغ‌تر از آش و میگن چرا ترامپ زودتر ایران رو بمبارون نمیکنه. خب دیگه. و آقای افراخته هم میگه که با
شما موافقم. آقای افراخته قبلش نوشته بود که جناب صوبی دانمارک 1100 اشکال داره مثل همه کشورهای دیگه، ولی خر نیستن. بعد البته ایشون نوشته ولی من با جناب صوبی 100% موافقم که این حق هر انسانی است که هر کجا که دلش میخواد زندگی کنه. بعد آقای فرخ میگه که من I waited about 3 years in Germany to come to US, but it wasn't accepted. I could stay in Germany as long as I want. من نمیفهمم شما اگه آمدی پس چی میگی it wasn't. بعد if it wasn't accepted. خب به شما مثل من بودی، شرایط شما تو آلمان به ما هم اون دادگاه زیندورف و اینها اقامت رو داد، گفتن اگه میخواینم حالا میتونید برید پاسپورت اینا بگیرید. ولی من شنیده بودم اگه پاسپورت اونجا رو بگیریم بعد که میریم مصاحبه برای آمریکا، با وجود که پدر و مادر و برادر من اینجا بودن، میگفتن خب شما اگه پناهنده هستی الان یک کشور امنی داری زندگی میکنی، فعلا همینجا باش تا خوش باش. و ما اونو نگرفتیم و صبر کردیم تا روزی که مصاحبه آمریکا شد. اولین سوالشون هم همین بود که اقامتتون در آلمان چیه، گفتیم که قبول شدیم اینجا، گفت که پاسپورت گرفتید، گفتیم نه، فهمیدن که ما هدفمون اینجاست. خب میگن که چرا همیشه همه جا دنیا حق بازها و دروغار و پس فطرتان سران کشورهای هند. این سؤال به قول آمریکایی‌ها 2 میلیون دلاریه. نمیدونم چرا، شاید برای اینکه سیستما جوری ردیف شدن که شما تا پدر سوخته و نمیدونم حق باز و اینها نباشی نمیتونی حتی از اون انجمن شهر، شهرداری، استانداری، فرمانداری فلان بیای تا برسی به اون بالا. و نمیدونم حقیقتش چرا اینجوری شده که فقط به اصطلاح حق بازا و آدمای واقعا افراد کثیفی هستن. یعنی هر جاشو فکر کنید، شما هر کشوری رو میخواین بگید، من براتون یکم مطالعه میکنم، میام بهتون جواب میدم که این کشور چیه، چجوری فلانی. همین آقایی که الان در ونزوئلا ادعا میکنه که آزادی خواه هست و میخواد اون رئیس جمهور رو به اصطلاح عوض کنه، خود این هنوز نرفته اونجا، به این آمریکایی‌ها تعهد داده که شما هرچی گفتی من فقط میگم چشم. خب وقتی یک کشور اینجوریه، این به فکر مردمش نیست. حالا اونجام که میدونید همین سفارت ونزوئلا توی واشنگتن، اینایی که به اصطلاح مخالف اون رئیس جمهور مادورو هستن رفتن داخلشو، اینجام افتضاح، برق رو قطع کردن، راه رو بستن، خوراک بهشون ندن. ولی یه چیزی هست که گاهی وقتا آدم تعریفشون میکنه که اینها هستن که بالاخره فعالیت میکنن، خبرها رو به گوش دیگران میرسونن، صدای درگل و خفه شده بعضی ها رو به گوش دیگران میرسونن، ولی میبینی بعضی وقتا اینها در همه اموری هم دخالت میکنن و دیگه این شده براشون یه شغلی. اصلا از بعضی هاشون سوال کن آقا شما که هر روز توی تظاهرات هستی، شما شغل چیه؟ از کجا پول در میاری؟ چگونه زندگی میکنی؟ بعضی هاشون میبینی از یه جایی پول میگیرن که بیان توی این تظاهرات شرکت کنن. اینم از این ماجرا. خب بذارید ببینیم که آقای هادی خورسندی، هنوز معلوم نشد آقای مانی که اون داداشت اون نوشته رو نوشته یا نه، شما نوشته بودی ننوشته ولی بیشتر توضیح ندادی. ولی آقای خورسندی چون ماه رمضان هست در ایران، ما هم 2-3 تا ویدیو خوب براتون داریم نشون بدیم، یه شعری رو گفتن که ای کاش با خودشون میتونستیم صحبت کنیم، این شعر رو برامون بخونن. تفضلی در رمضان، یار آمده یار آمده، هنگام افطار آمده، با پوشش اسلامی و پنهان زهنزار آمده، آورده است از بهر من نوشیدنی و خوردنی، با دست خالی در زده اما چه پربار آمده، با طبع تند و آتشین لج کرده، با احکام دین سرمست و داغ و کامجو، با جان تبدار آمده. ایشون نوشتن که این از بهترین شعرهای طنز فارسی، چند شعر طنز در کل تاریخ فارسی میشناسید که موضوع و وزن و واژه‌ها و
چندگانه گویی ایهام ساختاری چندان محکم ساخته باشد که هیچ جایش را نشود دست داد و حذف کرد و تغییر داد. ما که از شعر و شاعری و اینها چیزی نمیدونیم، حرف شما را قبول داریم. بله، آقای مانی خرسندی گفتن که هادی خرسندی داداش ایشون اون نوشته رو درباره شاه و مساوات و اینها که نوشته بودن هادی خرسندی به رضا پهلوی نامه نوشته تکذیب کرده. خب و اما آقای فرخ سپهرار وسط برنامه ما برامون برنامه آقای شهرام همایون رو میفرسته. امیدواریم که برنامه ما رو برای دیگر دوستان بفرسته، ولی نه موقعی که میدونه اونها برنامه دارن و کار دارن، موقعی بفرسته که اونها وقت کنن و نگاه کنن. چی میگفتن؟ میگفتن خروس بی محل ممکنه سرش بریده بشه. یعنی اگه هی ساعت دو شب شروع کرد از آن خفتن یا قوقلو قوقل گفتن و مردم رو بیدار کرد، هر قدم دوستش دارن ولی به اصطلاح ممکنه سرش رو ببرن و بذارنش لای مرغ پلو یا لای پلو که بشه مرغ پلو. خب بذارید ببینم در ماه رمضان من براتون چه ویدیوهایی دارم اینجا بهتون نشون بدم. اولا بله، پرمیت درخت ها ساختمان نمیخواد. بله خب این تو بعضی از شهرها دوستان اگه میخواین درختی ببرین، اولا سعی کنید که از اونایی که کارشون هست استفاده کنین. خودتون نگید کاری نداره که تو فیلم دیدم این پایینشو میبری. بله این پایینشو میبری، میفته رو خونه همسایه یا رو خونه خودت یا روی خودت میفته. یکی از دوستان ما چند سال پیش اینجا بنده خدا خانمش و بچه‌ها اینا رفته بودن فروشگاه، یه درختی رو برید و افتاد رو خودش. حالا دیگه همون زیر درخته جون داد چون کسی نبود نمیتونست به جای چیز کنه و اینها. به اصطلاح مواظب باشید. به غیر از این بعضی از شهرها اجازه باید بگیره، حتی بعضی از شهرها پلاک شماره روی درختها هست. شما یا اون کسی که میخواد قطع کنه میره به شهرداری، میاد با دلیل و برهان میگه مثلا این خیلی نزدیک به خونه، اگر رعد و برق بیاد، با وجود که درخت خوبی هم هست سالمه، اگر رعد و برق بیاد میفته رو درخت خونه من، میخوام بزنم کاتش کنم. میگن اینو کات کن، مثلا دو تا درخت یه درخت اونور بکار و مواظب باشید برای خودتون دردسر درست نکنید. و اما آقای احمد ندیمی یک کنسرتی دارن که هشتم ماه جون در استرلینگ ویرجینیا اجرا میشه. من امروز دو تا ویدیو دیدم خیلی قشنگه، اصلا اسمش هست The Art of Healing. Art که یعنی هنر، Healing هم یعنی شفا دادن، شفا گرفتن، بهبود یافتن. و این خود بهبودی واقعا یه هنری میخواد که آدم چجوری به اصطلاح استرس یا به ایرانی چی میگیم؟ به ایرانی میگن استرس، نگرانی رو از خودش دور کنه. و همین دوست ما که نمیخوام راجبش بگم چون ممکنه فامیلش هنوز خبر نداشته باشن، فوت شده، سی سال بود که اینجا بیزینس موفقی باز کرده بود، انقدر موفق که رادیو WTOP نیوز اینجا حدود 10-15 دقیقه وقت به این اختصاص داد و از موفقیتش صحبت میکرد. آخرش هم گفت که این یه ایرانی بوده، اومده اینجا دانشجو و نمیدونم این مغازه باز کرده و ورشکست شده یا از بین رفته نتونسته، بعد به این فکر افتاده، این فکر موفق بوده به حدی که خیلی ها میخوان برن ازش فرانچایز بخرن یا شعبه بخرن و تا اونجایی که من میدونم این شعبه و اینها رو به هیچ کس نمیداد. ولی بله ببینیم که این خبر چی میشه، من بیشتر بهتون میگم و احتمالاً اگر ایشون فوت شده باشه فردا یا پس فردا باید مراسم دفن و ختم و این چیزا باشه، مگر اینکه وصیت کرده باشه که بفرستنش ایران. ولی برگردیم به ماجرای این کنسرتی که آقای احمد ندیمی داره در استرلینگ. اجازه بدید من این عکس رو بهتون نشون بدم. این هست پلیر دو، این هست و یکی دیگرش هم این، دو صفحه هست. میگم نوشته ها متاسفانه چون سفید
روی رنگ فیروزه‌ای نوشته شده اونجوری که باید و شاید دیده نمیشه، ولی من اینها رو روی فیسبوک میذارم. حالا از اون بهتر براتون یه چند دقیقه این موزیکی رو که فرستادن احتمالا مال دفعه قبل بوده براتون پخش میکنم. The Art of Healing کلیپ شماره 2. یک لحظه با من باشید تا این رو من اندازش رو درست کنم بتونم به شما نشون بدم. میگم این ویدیوها حتما شما هم دیدین تلویزیونتون بعض وقتا دو طرف این ور و برش سیاهه، حالا دیگه بالا و پایینش سیاهه، نمیدونیم که همه اینا میخوان به یه جایی برسن یونیورسال یا یه سیستمی درست کنن که خود تلویزیون تنظیم کنه هر فیلمی شما بهش میدی اون کاری نداشته باشه، اون فیلم رو رو صفحه شما به اصطلاح به نحو احسن نشون بده. این چند دقیقه رو با هم ببینیم و بعد هم بریم منتظر آقای فرزاد، همش میخوام بگم فرزاد یزدانی. آقای یزدانی هم قبلا چندین بار در تلویزیون مردم برنامه داشتن ولی دوستان همه گرفتار و همه باید بدویم دیگه، ندویم مورگج هم نداریم. بریم ببینیم آقای این گروه Art of Healing، آقای احمد ندیمی و اگر 8 جون برنامه ندارید جایی نیستید به نظر من بلیت تهیه کنید برید اونجا، بلیتش هم گرون نیست. قبل از برنامه اگه بگیرید 25 دلار، روز اجرا 30 دلار. با هم ببینیم و بشنویم. کنسرت و با هم ببینیم اونجا. سعی میکنم تاریخ و شماره تماس و محل و اینها رو
روی این ویدیوها بذارم تا در روزهای آینده با دیدنش شما بتونید به اصطلاح ببینید کجا هست، چجوری تماس بگیرید و الی آخر. و اما بریم یه چند تا ویدیو از ماه رمضان ببینیم در کشورهای مختلف. مثلا این یکی البته نوشتن پخش افطار مجانی در لندن. من فکر نمی کنم این برای افطار باشه، چون اگر کسی برای افطار میخواد بره بین مسلمونا، اون خانمه که داره پخش میکنه خوراکا و اینا، بعد خوراکا هم به صورت مثل میوه و اینها که به درد افطاری نمیخوره. ولی هدف ایشون اینه که اینو نگاه کنید، بعد مقایسه کنید با اون یکی که از عراق یا یک کشور مسلمون بهتون نشون میده. این کامرای 3 اینجا هم نوشته توزیع افطار للمسلمین بلندن بلندن. این به صورت خوراک نی، بیشتر میوه و شکلات و این چیزا هست. Thank you for having us. خب اینجوری خانم آمدی روزه اینا رو باطل کردی، اب نداره، بعدن اگه یه جای گرفتنت میگن به جرم همین که آمدی روزه چند نفر مسلمون رو باطل کردی باید بکشید. پخش افطار در کویت ثروتمند و مسلمان، ببینید و مقایسه کنید. و اینو قبول دارم که باید هم افطاری باشه هم در یک کشور مسلمان. اینم نوشته کامرای 3 همین توزیع افطار لصائم بالکویت. ببینید بسه دیگه، آدم هم اعصابش خورد میشه، هم شما ببین اینا چقدر تلف میکنن. اونجا وایساده بودن مثل آدم تو کیسه های پلاستیک اینا رو میدادن دست اونو، ولی اینجا چقدرش رو زمین میریزه. اون اولش هم که دو نفر کشتی میگیرن، گفتم شاید یه خوراک باقی مونده، گفتن این دوتا کشتی بگیرن یا بزنن همدیگر، هر کی پیروز شد بهش خوراک میده. اینم هم همینه، میگه در کویت همدیگر رو نخورن. حالا این حالا تازه کویت کشوریه که تو ایران یادتونه همون موقع هم دوره شاه وقتی میخواستن بگن یه جایی وضعش خیلی خوبه، میگفتن آقا برات کویته، یعنی دیگه اینقدر وضعت خوب. و اما اعزام ناو هواپیما بر به تنگه هرمز محتمل است. این محتمل یعنی احتمال دارد یا یعنی دیگه حتمیه؟ بعضی از این کلمه هم باید بخونیم ببینیم چی میگه. بذارید اینجا بیشتر بخونیم. بله، طرف میگه احتمال داره من بیام. کلمه محتملم فکر کنم از احتمال میاد، یقین نیست. میگه که فرمانده یگان نظارت ارتش آمریکا بر ناوگان این کشور در خاورمیانه میگوید که هشدار سازمانهای اطلاعاتی مبنی بر وجود تهدیدهایی از سوی ایران مانع اعزام ناو هواپیما بر به تنگه هرمز نخواهد شد.
دریابان جیم مالوی فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین به طور مشخص اشاره نکرد که در صورت اتخاذ این تصمیم چگونه و تحت چه شرایطی ناو یو اس اس ابرام لینکن را به مهمترین آبراه استراتژیک منطقه که یک پنجم از نفت مصرف دنیا از آن عبور می کند اعزام خواهد شد. ناو گروهی که شامل ناو هواپیمابر ابرام لینکن یگان بمب‌افکن ارتش آمریکاست به تازگی برای آنچه هشدار جدی نسبت به تهدیدات ایران در منطقه از آن یاد شده از سوی دولت آمریکا به خاورمیانه اعزام شد. این ناوگروه روز پنجشنبه از کانال سوئز دریای سرخ عبور کرد و اینک تحت نظارت و فرماندهی دریادار جیم مالوی در منطقه قرار دارد. و ببینم دیگه چیزی نمیشنه. بله، میگه که جیم مالوی فرمانده یگان دریای آمریکا در خاورمیانه در گفتگو با رویترز گفته است که برای انجام عملیات در هر نقطه از این منطقه هیچ چالشی پیش رو ندارد و با هیچ محدودیتی مواجه نیست. ببینیم حالا این بارم میرن یه هواپیمای مسافری، اونم بیچارهایی که میخواستن برن کویت و کشورهای عربی کار کنن انداختن 290 نفر کشتن، بعدم گفتن ما اشتباه گرفتیم این هواپیمای مسافربری رو با جت‌های جنگی آمریکا، در صورت که ثابت کردن از لحاظ اندازه، از لحاظ سرعت، اینها امکان این که شما هواپیمای مسافربری رو با هواپیمای جنگنده هوایی اشتباه کنی نیست. و اما یه دوستی درباره دوست مشترکمون آقای بابک هروی که ویدیوهایی رو درست کردن و توی اون گویا از آقای رضا پهلوی عذرخواهی کردن به خاطر اینکه سال 2013 یا انتقاد کردن یا تند صحبت کردن، برای من نوشته بود آقا این همون آقای راستگویی هست که چنین و چنان. برایش نوشتم دوست عزیز، آدم ها حق دارن عوض بشن و بیشتر از اینم من در این مورد صحبت نمی کنم. میتونید با خود آقای بابک هروی تماس بگیرید و ایشون حق داره یه زمانی مخالف رضا پهلوی باشه، الان طرفدار رضا پهلوی باشه. دیدید در برنامه دوشنبه آقای کوروش سلیمانی هم به این نتیجه رسیده که افرادی که هستن هیچ کدومشون بهتر از رضا پهلوی نیستن. شاید منم یه روزی به این نتیجه برسم. در هر صورت من نمیدونم، من قرار خودم رو گذاشتم که چون ایران زندگی نمی کنم، 30 و چند سال عطاش و بلغاش بخشیدم و اومدم، در رأی گیری های اونجا، در تصمیم گیری های اونجا شرکت نمی کنم و نظری هم نمیدم. من فکر می کنم حق مسلم مردمی هست که اونجا بودن، اون زندگی در 8 سال جنگ، اون زندگی در کوپنی و سهمیه بندی و اینها رو به اصطلاح پشت سر گذاشتن. امروز اگر خبری باشه و قرار باشه با آزادی بتونن رأی بدن، اونها هستن که میدونن کی خوبه، کی بده، کی آقازاده است، کی نمیدونم مردمزاده است و من هیچ کاری ندارم. سهم ایران من برای شما. خب دوستان عزیز، شما نظرتون راجع به ایران و آمریکا چیه و این ماجرای همون دندون نشون دادن به هم به کجا می انجامه؟ اون آقایی که بهتون گفتم توی ونزوئلا، همین آقای جوانی هست که گوایدو اسمش هست، به مداخله نظامی آمریکا در ونزوئلا چراغ سبز نشان داد. از اون برم آقای پوتین با تلفن که صحبت کرد به ترامپ گفت و فعلا بشین سر جات، کاری به ونزوئلا نداشته باش، اینقدر اوضاع آمریکا و خودت و خانوادت و اینها خرابه، برو اینها رو درست کن. حالا ببینیم چه میشود. میگه که رهبر مخالفان نیکولاس مادورو یعنی آقای خوان گایدو رئیس جمهوری ونزوئلا در مصاحبه بر روزنامه ایتالیایی لا استامپا گفت اگر آمریکایی‌ها پیشنهاد مداخله نظامی را مطرح کنند من احتمالاً آن را خواهم پذیرفت. اینم از ونزوئلا. ونزوئلا کشوری که اگه یادتون باشه از لحاظ نفت و اینها حتی به آمریکا کمک میکرد، نفت مجانی میداد. برید نگاه کنید اون
فامیل کندی، نمیدونم برادرش پسرعموش کیه، اصلا یه برنامه رو گذاشته بود نفت ونزوئلا رو زمستونا به مردم کمک میکردن. اجازه بدید من روی اسکایپ برم سراغ آقای فرزاد نیساری و با هم ببینیم که ایشون چی میگه. آها یه پیامی رو گفتم بهتون فرخ فرستاده بود برای موقعی که من اینجا تایپ میکنم و اینها، و من هم متاسفانه گفتم ندارم شرایط بهتری که این صدا نیاد. مثلا در همون برنامه قبلی وقتی که با آقای رضا سلطانی بودیم شما ممکنه متوجه این شدید که مثلا من اسم ایشون رو وقتی میخوام بنویسم بالاخره باید تایپ کنم بذارم. توی تلویزیونایی که 10-15 نفر یا داوطلب کمک میکنن یا اجیر و مزدور و استخدامی دارن، اونا اونجا نشستن، اونها این کار انجام میدن. ما همه ای کارا همینجاست. چون همه ای کارا همینجاست، اگه صندلیمون صدا بده، اگه خودمون عدسه کنیم، همش همینجاست. و آمریکایی‌ها میگن دیگه فرخ جان، what you see is what you get. نه آرایشی میکنیم قبل از برنامه، نه دستگاهی داریم صدامون رو عوض کنیم، همین همینی که هست. و نمیخوام به شما بگم بسوز و بساز، ولی اگر حمایت کنید ممکنه ما بتونیم وسایل بهتری بگیریم. بهتون گفتم کیبورد هست که اصلا صدا نمیده، شما تایپ میکنی صدا نمیده، ولی خب هی 30 دلار اینجا، 20 دلار اونجا، 10 دلار اونجا، 5 دلار اونجا، و آخر ماه هم ما لنگ میشیم برای خرج نمیدونم آب و برق و گاز و اینترنت و اینها. ما برای که اونجا لنگ نشیم، کم نیاریم، اینجا چیز میکنیم، به اصطلاح بیشتر مواظب هستیم. اینم دوستمون تماس گرفته، آقای دکتر، موقعی که ما برنامه داریم خب اونم بنده خدا تماس میگیرن، موقع دیگه کار دارن اینها. فرخ هم نوشته بود آقا من اون ویدیو رو فرستادم که بعدن اگه وقت داشتی تماشا کنی. میدونم دلیلی هم که نمیگه خب بذار بعدن بفرستم، چون بعدن یادش میره، تو اون شرایط سنی هستیم که یادمون میره. خب بریم سراغ آقای فرزاد نیساری و بشنویم ایشون برنامه هاشون رو با دوستانشون، همگامانشون، یارانشون. و یه سوالی رو اون روز ایشون پرسیده بود که این دوستان مجاهدی که جدا شدن آیا حاضرن با افراد دیگه، با گروه های دیگه کار کنن؟ بعد خیلی از دوستان پرسیدن منظور ایشون چیه، میخواد ارتش استخدام کنه؟ خب تو همین برنامه بگه چی کار دارن به مجاهدین، ممکنه ماها بریم استخدام بشیم. این رو ازشون میپرسن. خب دوستان بریم به دیدار آقای فرزاد نیساری، این همشهری عزیز ما که خیلی خاطرات مشترکی داره. وقتی یه چیزایی رو تعریف میکنیم اون دوستونم تعریف میکنه، میفهمیم که توی مغزمون این خاطرات جوانی نقش بسته. خب چرا ایشون نیستش؟ من نمیدونم، قرار بود با ما چهارشنبه باشن. آها آمده. خب یه کمی نگران شدم. آقا صدای برنامه من اگه اونجا پخش میشه ببندید لطفا. ضمناً چرا دوربین شما سیاه و سفید شده؟ البته هنریه این، یه کمی تاچه. بله شاید رو اون دستگاه اتوماتیکی هست که به اصطلاح میگن دمو آن. بذارید من اینو بگیرم اینجا بدم. بله ایشون از همون دفتر کارشون که دفتر کار مهندسی هست با ما صحبت میکنن. دوربین شما سیاه و سفید نشون میده ولی اب نداره دیگه. البته امیدواریم ماها سیاه و سفید نبینیم در زندگیمون و برای دیگران رنگی قائل باش. دوستان عزیز اجازه بدید من خدمت آقای فرزاد نیساری سلام کنم، میکروفون رو در اختیار ایشون قرار بدم و من هم مثل شما شنونده باشم و بنشینیم پای صحبت ایشون. آقا خیلی خوش آمدید، با سلام به شما، میکروفون در اختیار شماست، این شما و این هم بینندگان و شنوندگان. بفرمایید ببینیم که اوضاع چه خبره و این دندون نشون دادن های آمریکا و اروپا و ایران سرانجام ما ایرانی ها رو به کجا خواهد کشید. بفرمایید. با درود بر شما و بینندگان گرامی و هم میهنانی که این برنامه را خواهند دید، با درود
درود بر زحمتکشان، ستمدیدگان، معلمین و استادان زندگی و مهمتر از همه با درود بر فرزندان بی سر و پناه سرزمین ایران که دست و روی همگیشان را می‌بوسم. گفتگوی امروز من این است که چه باید کرد؟ راه و چاره را باید دانست تا بتوان به پایانی پرثمر رسید. پیش از ادامه دادن البته بایستی بگم که اینها عقیده ما هست، من هست و کسانی که طرفدار من هستند و ارتباطی به عقیده و باورهای مردم تیوی نداره. راه و چاره را باید دانست تا بتوان به پایانی پرثمر رسید. دوست و دشمن را باید شناخت تا از فریب خوردن از دشمنان دوست ما برحذر ماند. آنها که دل در گرو آزادی ایران دارند باید بدانند که بدون مبارزه رو در رو آزادی به دست نمی آید. آزادی بهای سنگینی دارد که پرداخت آن و یا دعوت به پرداخت آن کار آسانی نیست و این بر همه ما روشن است. همه راه ها به فرزندان ما ختم می شود. ادامه زندگی نیاکان به دست ما، به فرزندان ما و سپس توسط آنها به نسل‌های بعد انتقال می‌یابد. بنابراین راه باید به پیروزی و پرورش فرزندان و نسل آینده ما منتهی شود. در غیر این صورت تلاش‌های ما بی‌ثمر و کاذب خواهد ماند. باید در آنچه می‌خواهیم کاملا آگاه باشیم تا به راحتی به کجراه برده نشویم. باید جهت رشد ریشه نهال آزادی، یعنی سوی رشد ریشه نهال آزادی و حقوق فردی و جمعی را بشناسیم تا بدانیم چه می‌خواهیم و به چه سوی می‌رویم. باید تفاوت خاص آنی، کوتاه مدت و دراز مدت را دریابیم تا به سادگی از شکست های آنی ترسر نشویم و با پشتکار آینده روشنی را ادامه داده و رقم بزنیم. اگر مسیر این بایدها را پیمودیم اما ثمره مبارزه را اهریمن صفتان و صفاقان به تاراج ببرند چه فایده؟ و این درست همان چیزی است که در تاریخ چندین مبارزه رو در رو با استبداد اتفاق افتاده است. اگر این بایدها ساده می بودند و دستیابی به آنها نیز ساده می بود، زندگی چه زیبا می شد. باید بدانیم که چرا علارغم دانسته‌ها و خواسته‌ها، علارغم جانبازی ها و فداکاری ها نتیجه منفی گرفته ایم. شناخت از موارد بالا چراغ راه و راهنمای راستین برای چاره‌اندیشی است که ما را به دستیابی به خواسته های ما نزدیکتر می کند. مقدار شناخت در مقدار دستاوردها تأثیر فراوان دارد. هر که شناخت بیشتر و مبارزه در راستای درستری حرکت کند، میزان پیروزی ما بیشتر می شود. کمیت بیشتر، دستاورد بیشتر. اما کیفیت دستاورد هاست که میزان پیروزی را مشخص می کند. آن که می تواند کیفیت پیروزی ما را علی‌رغم کمیت بالای مبارزه به نیستی بکشاند، نشناختن دوست از دشمن است. من همیشه روی این مسئله تأکید کردم و تأکید می کنم و خواهم کرد. کلید پیروزی در ایران علاوه بر دانستن بایدها در همین شناخت دوست از دشمن نهفته است. هر نیرو و تشکلی که بتواند در روشن کردن و مشخص کردن و خط‌کشی بین دشمن و دوست، آرایش دشمنان را
به وضوح به مردم نشان دهد، بیگمان نه تنها به شکست دادن دشمن کمک می کند، بلکه ائتلاف خواسته و ناخواسته دوستان را نیز پایه‌ریزی می کند. شناخت دوست از دشمن در موقعیت حساس کنونی در ایران بسیار دشوار شده و بسیاری از مبارزین در اپوزیسیون خواسته و ناخواسته سمت‌گیری مرگ‌آفرینی بر علیه خود و مردم ستم‌دیده ایران خواهند گرفت. این در رابطه با مسئله ای است که ایجاد شده بین ایران و آمریکا و بیشتر توضیح می‌دهم. چرا؟ مردم ایران پس از گذشت 40 سال حکومت سیدان دوست، علمای جودام و چاق و چله شدن حرامزاده هایشان به این نقطه پی بردند که حکومت اسلامی حکومتی است بر مبنای زور، زر و تزویر. اکثر نیروهای اپوزیسیون نیز به همین درک و برداشت رسیدند، اما بگذارید اکثر عمل آنها را بررسی کنیم. پیش از بررسی گیجی اپوزیسیون به طبیعت و ذات جمهوری اسلامی می‌پردازند. رژیم واپسگرای اسلامی بر 3 اصل استوار است. اگر ما این 3 اصل رو درک کنیم و اینها رو من به زبان ساده توضیح میدم، به همون نظر که قبلا گفتم حلاجی کنم. 1. از کوزه آن همان تراوت که در اوست، پیش و حال و پس ندارد، از 1 کرباس است و از آن انتظاری جز آن که در باطن اوست نیست. بنابراین انتظار اصلاح شدن و یا تغییر و دگرگونی در آن داشتن نه تنها بیهوده است، بلکه شن در چشمان مردم ریختن و فریب دادن مردم است. 2. نیش عقرب نه از ره جین است، اقتضای طبیعتش این است. نمیتوان از اسلام خیلی ها امکان داره با من مخالفت کنن، ولی جواب اونها رو هم خواهیم داد. نمیتوان از اسلام انتظار شفقت، مهربانی، انسان دوستی و مروت داشت. اینها در ایران برای خود خوب جلوه دادن به حیوان آب میدهند، سپس گردن میزنند. در سرزمین های اجدادی خود آب که چه ارز کنم، اول به حیوان تجاوز می کنند سپس گردن می زنند. بنابراین آن دست از اپوزیسیون که فکر می کنند بعضی از این دریوزگان اجنبی مسلک زهراگین نیستند، هم فریب خورده اند و هم مردم فریب می دهند. این در رابطه با اتفاقی است که هفته گذشته اتفاق افتاد در ایران. آخوندی از پادر افتاد و همه اپوزیسیون دادی میدادشون بالا اومده که آقا ایشون طلبه خوبی بوده و گناهکار نبوده. سگ زرد برادر شغال هست. 3. اگرچه حیوانند، اما از آن دسته که به نفع بشر حیوان است نیز نیستند. زنبور عسل نه تنها عسل تولید می کند، بلکه در پرورش انواع گلها و میوه ها نیز نقشی مثبت بازی می کند. خرمگس معرکه نیست که اگر بر کثافات می نشیند، اما او نیز با نشست و برخاست کودی اینجا و آنجا پخش می کند. این علمای جزام و حرامزاده هایشان همان ملخ هستند که چون به جایی یورش برند تا قحطی ایجاد نکنند و خود از گرسنگی نمیرند دست بر نمیدارند. این باب 3 اونهاست. بنابراین آنها که فکر میکنند امکان بهبودی و تغییر این ملخ ها هست، باید بدانند که اول خود از قحطی خواهند مرد، در این که ملخ ها که به اونها غذا نمیدن که، اول خودشون میخوان غذا بخورن، خواهند مرد و سپس نوبت مردن ملخ که شد کسی نمانده طبیعت سازی کنند. نمونه از بین بردن 40% جنگل های ایران در 40 سال گذشته است. همه جای دنیا جنگل سازی می کنند
اینا 40% مملکتی رو که بیابان زده شده، آب از دست داده، خاک شده، 40% اون طبیعت جنگل ها رو از بین بردن. نمونه پرداخت 200 برابری مقرری چند هزار آخوند در برابر مدیریت بحران 80 میلیون ایرانی. نمونه به باد دادن چندین برابر هزینه ورشکستگی کل آمریکا و اروپا، اما بی سر و سامان نگاه داشتن فرزندان ایران. هنوز بچه های ما در اکثر جهاز کشور پاپتی و مدرسه ندارن، کتاب ندارن، امکانات ندارن، آب ندارن، برق ندارن. نمونه به باز دادن حق و مالکیت دریای خزر، کنترل بر چاه‌بهار و جاهای دیگر به بیگانه. بنابراین هرچه این رژیم بیشتر بماند، ملخ‌ها چیز کمتری برای ایران و ایرانی باقی خواهند گذاشت. گیجی اپوزیسیون در شناخت این دشمن چیست؟ میگویند اجنبی در تدارک حمله به ایران است، باید با این ملخ‌ها کنار آمد. فراموش میکنند که نزدیک به 2 میلیون ایرانی وطن دوست را همین رژیم در جنگی که به دستور اربابانش انجام داد به کشتن داد. بحث است که آقا عراق هم به کرده برد یا خمینی این جنگ را راه انداخت. اینا کار خود همین آخوندها بود که راه انداختن. در هر صورت به این هم بعدا میرسیم اگر سوالی بود، و به جبهه فرستاد تا با ادعای جنگ در پشت صحنه آزادانه بتواند آزادی خواهان را به جوخه های اعدام بسپارد. هم انقلابیون را با جنگی که می گفت برایش نعمت است از بین برد، و هم داخلی های مبارز را به فنا کشید. می گویند بیگانه در تدارک حمله به ایران است و این ملخ های عرب صفت برای ایران می جنگند. اگر این بود، اختلاس های علمای جزام و حرامزاده هایشان برای چیست؟ این را چگونه توضیح می دهند؟ اگر این ملخ ها هدفشان القمع کشت ایران و ایرانی نیست، پس چرا فرزندان ایران را بی خانمان رها کردند؟ می گویند این ملخ ها استقلال سیاسی برای ایران آوردند. اگر چنین بود، چرا 10 تا 15 میلیون ایرانی در بدر این کشور و آن کشور شدند؟ استقلال سیاسی چگونه به دست می آید؟ با فرار مرزها و سرمایه های ایران؟ با بستن کارخانه ها و سپردن آینده ایران به محصولات تولیدی اربابانشان؟ سالهای 1930 آمریکا را در نظر بگیرید که چگونه بحران بیکاری و نداری سر تا سر آن را فرا گرفته بود، اما با استفاده از نیروی جوانان ببینید چه ساختند و چه کردند. آبروی این دشمنان دوست نما علمای جزام رفته، اما اپوزیسیون ما هنوز گیت مانده. چه باید کرد؟ یکم، هیچ فرقی بین اجنبی و بیگانه‌ای که با زبان دیگر سخن میگوید با آنکه به زبان من و تو دهان میگشاید نیست. خیلی ها امکان داره با این مخالفت بکنن. یک بار بیشتر زندگی نمی کنی؟ مرگ با عزت بهتر هست از زندگی با ذلت. حقیقت رو همیشه بایستی گفت. بهترین سیاست، سیاست راستی و درستی است. فراموش نکنیم که همین همزبانان در زندان ها به خواهران و مادران ما تجاوز کرده و می کنند و از این کار هم دست بر نمی دارند. این ننگ پذیرفتنی نیست. مسئله احساساتی شدن نیست، این حقیقت. دوم، ایران را برای اینها باید زندان کرد. سوم، در هیچ جنگی نباید برای استقرار آخوند این ملخ عقرب صفت شرکت کرد.
این همه سپاه و این همه بسیجی رو چاق و چله کرده برن بجنگن. اینها در خیابانها بر سر جوانان، زنان و مردان ما میکوبن. اینها فرزندان ما رو گرسنه نگه داشتن، برن بمیرن. راست میگم، اگر قرار هست من اسلحه دست بگیرم، این اسلحه رو به هم بر علیه سپاه بایستی بگیرم، هم بر علیه اجنبی که میخواد وارد ایران بشه. ما همیشه تاریخی نشون دادیم جان میدیم، خاک نمیدیم. چهارم، هر اسلحه ای را باید به توی آخوند و علمای جزام و حرامزاده هایشان نشان دارد. پنجم، هر کس که میترسد رو در روی این دشخیمان بیسته، حداقل با کنار نشستن به استقرار آخوند کمک نکند. در یوزگی نکنیم، نیم توی خیابون داد بزنیم زنده باد این زنده بادون. بشینید توی خونه هاتون، کسی نمیتونه بیاد توی خونه هاتون در هاتون رو بکوبه بگه بگه چرا بیرون نمیای. حال پرسش من از اپوزیسیون گیج ایران این است: در کجای تاریخ و در کجای مبارزه مردم ایران جای داریم؟ در استقرار حکومت اجنبیان همزمان یا در مبارزه بر علیه همه اجنبیان؟ البته این صحبت پیش میاد که آقا ما زورش رو نداریم که مقابله کنیم، هم با نیروی داخلی اینها هم با نیروی خارجی. چرا داریم؟ همون که گفتم، از سنگ کوچک شروع میکنیم تا برسیم به اونجایی که سنگ بزرگ هست. ما هرگز زنبان نگذاشتیم که بگیم این رژیم رو فردا از کار بندازید یا اینکه دو ماه دیگه از کار بندازید، ولی بایست حرکت رو شروع کرد. هر کس به توان نیروی خود، اونی که زور داره بره چاقو دست بگیره، اسلحه دست بگیره، اونی که فکر کنم میتونه نمیتونه فقط میتونه سنگ بزنه بره سنگ بزنه، اونی که نمیتونه کاری کنه خونش بشینه ولی دفاع از اینها نکنه. هر کسی به هر ترتیبی بایستی آنچه را که از دستش برمیاد انجام بده، اما با یک هماهنگی و با سازماندهی. البته صحبت رو این ما قبلا کردیم و یک عده اومدن و گفتن که آقا اینها آنارشیگری هست. هیچ آنارشیگری نیست. همون جور که من در برنامه های پیشین گفتم، هم رژیم دست نشانده فرهاد محمد رضا پهلوی، هم سلطنت طلبه ها، هم این طلبه ها، همه اینها همیشه در راه این هستن که پیدا کنن اون کسانی که سردار هستن، سردارن، آدمی هستن برای خودشون، اونها رو قلع و قم کنن تا مردم رهبری نداشته باشن. ما نیاز به رهبر نداریم، ولی نیاز به راهبر داریم. بنابراین مردم خودشون بدون اینکه منتظر کسی بشن، حقشون هست، سرزمینشون هست و نیاز به اجازه از هیچ کسی ندارن که چگونه و چطور بایستی سازماندهی بشن. این نیرو و این اختیار در دست توانای اونهاست و من مطمئنم جوانان ایرانی میتونن در مقابل اینها وایستن و با اینها رو شکست. این تاریخ سرزمین ما پر هست از چنین قیامهایی. بنابراین ما از پس اینها برمیاییم و باید بیاییم، راه دیگری نیست. دیروز سربلند باشید، در انتظار پرسش هستم. اگر بسیار ممنونم. آقای مانی خورسندی اگر اشتباه نکنم، بله، نوشتن که اگر شما مخالف اسلام و سیدهای شیعه هستید، کلمه حرامزاده معنی ندارد. هر زنی اختیار دارد فرزندی بزاید بدون صیغه، بدون عقد. حرامزادگی فقط در فکر دین فروشان است. من فکر کنم ما دیگه عادت کردیم این چیزا رو میگیم، کاری به اون اصل موضوع که احتیاج باشه یک کلمه مسیحی صیغه عقد رو جاری کنه یا چیز نیست، کلن این به عنوان یه توهین ازش استفاده میکنیم. نظر شما چیه یا پاسخ شما چیه؟ کاملا همین است که شما میفرمایید. ایشون درست میگن در رابطه با، ببینید، حتی ما در قانون هم همچین برخوردی داریم نسبت به کلمات. ما جمله ها رو به دو نوع میتونیم معنی کنیم: یکی معنی هر جمله به معنای واقعی خودش، یکی این که منظور از این جمله چی هست. ما به اون چیزی که ما هر کلمه رو در رابطه با خودش توضیح میدیم بهش میگن که برخوردی است که ما نمیگیم. البته این اشتباه است ما بگیم ملالغتی، در حقیقت ما میگیم توضیح درسته این کلمه این هست.
ولی یک توضیح دارین که بهش میگن توضیح طلایی و اون این است که منظور از این جمله چی است. و منظور ما در این مورد همون مسئله طلاییش است که آقا اینها به اینها نمیشه گفت. من دفعه قبل گفتم آقازاده و درست هم اعتراض شد و اون هم درست است. این هم که ایشون میگن درست است، ولی منظور همون توهین است تا اینکه چیزی دیگه. توهین به زنان نیست. بسیار ممنونم. دوستان اگر سوالی نظری دارید میتونید تماس بگیرید. من شماره تلفن 202-695-2573 رو هم اینجا بهتون نشون میدم که با این شماره میتونید تکست بفرستید یا پیام بذارید تا من اونها رو برای آقای نیساری منتقل کنم، ارسال کنم، ایشون هم پاسخ بدم. ولی سوالی که خود من دارم، شما چون گفتید که این برنامه بیشتر درباره چه باید کرد، همه اینها رو من قبول دارم که شما گفتید، ولی مثلا مثل این میمونه که یه نفر به من بگه که اگه بخوایم تو آمریکا موفق باشیم چه باید کرد، من بگم باید کار پیدا کنی، باید سختی بکشی، باید اینجوری اینجوری. تقریبا میشه بگیم این یه چیز کلیشه‌ایه که همه میدونیم، ولی اگه یکی بیاد بهش بگه که حالا من یه کاری دارم برای شما، بیا از اینجا شروع کن، یعنی برنامه بهش بدم. من میگم بارها چون توی حکومت نظامی بودم و دیدم این شبنامه هایی رو که میومد با چه برنامه دقیقی اینها توضیح میدادن برای نفرات کجا برو، بعد که ارتشی ها اومدن چه کار کنید، بعد کجا برید. من فکر میکنم ما احتیاج داریم به یه کسی که اگر هدف رو همه میدونیم، اگر برنامه‌ای داره اون برنامه رو با اون وسائلی که دارن نگاه کنن و به اجرا بذارن. من فکر کنم اینجوری ویگ، اینجا نمیدونم ویگ با ایرانی چی بگیم، همینجوری خیلی عمومی صحبت کنیم که اگه شما میتونی سنگ بنداز، اگر اسلحه داری اسلحت رو بردار برو. اینجوری همیشه نگرانی هست، طرف میخوام من یه اسلحه دارم، رفتم زدم یکی هم کشتم منو گرفتن، کی میاد از زن و بچه و فامیل من دفاع کنه؟ این اون چیزی که آخونده اون موقع با برنامه انجام دادن. گفت تو اگه رفتی، حتی به اونایی که رفتن جنگ این قول دادن، گفت تو اگه رفتی جنگ شهید شدی و فلان، به غیر از اینکه اسمت میشه شهید، خانوادت هم میاد و از بنیاد شهید استفاده میکنه که دیدیم متاسفانه اون رو هم افرادی مثل همین آقای کروبی که حالا مردم برایش سر دست میشکنن خبر ندارن که اینها چه ظلم هایی حتی به خانواده شهدا کردن. در به اصطلاح بنیاد شهید زندان ساختن برای خانواده شهدا که رفتن اعتراض کردن. اونو شما چی میگی؟ اون نبود برنامه از کجا شروع کنیم؟ چون من یادمه یه بارم گفته بودید یا نوشته بودید که ساعت 10 شنبه در تمام میادین. من به نظرم میاد اونجوری خیلی پهناور همه رو بگیم کار نمیکنه. نظر شما چیه؟ خب ببینید، شما انگوش روی دو چیز گذاشتید، یکی عمومیت صحبت است و یکی به اصطلاح مشخص کردن این که چه حرکتی در کجا صورت بگیره. در رابطه با عمومی بودنش تا اندازه شما درست میگید، اینجور به نظر میرسه که صحبت های ما عمومی هست، ولی همچین چیزی در صورتی که ما در ایران در ارتباط هستیم با کسانی که مبارزه میکنن و مبارزه خواهند کرد و این مبارزه با همون نیروی کمی که داریم یا نداریم شروع کردیم و ادامه میدیم و واقعا اعتقاد داریم. وقتی که میگیم ببینید چرا ما نمیگیم در فلان میدان مثلا جمع بشید، مثال برای شما بزنم، یادتون بیاد در اوایل انقلاب بود زلزله سنگینی در شمال ایران اومد، در طبس فکر میکنم، و ما پول جمع کردیم در خارج از کشور و فرستادیم ایران برای خانواده هایی که میشناختیم، چون به هر کسی که نمیشه پول داد. پیرزن 72 ساله رو اینها گرفتن 9 ماه زندانی کردن که چرا شما اون موقع که چرا شما رفتید کمک به دیگران کردید، باید این پول رو هر کس بیاد بدید به اون موقع کمیته بود، باید میدادید به کمیته بقید حرف دفاع داره. و خود ما هم دیدیم که در همین مسئله سیلزدگان نزدیک 70 نفر رو فقط در ارتباط با کمک به خوزستانی ها و لرستانی ها گرفتن. در خود شیراز 6 رو اینا دستگیر کردن. بنابراین نیازی نیست که ما بیایم مردم رو به اصطلاح بکنیم تومه و بذاریم سر راه اینها و بگیم مثلا بیاید فرقه گاز شیراز
اونجا همه جمع بشه، خب اینا راحت میان تو گاز، هر کی که جمع شده برمی‌دارن میبرن. خیر، به همین سادگی ما نمیگیم بیا دست بگیریم. بنابراین و پیغام ما حقیقتا همین هست که نیاز به این که در فلان جا جمع بشید در فلان جا جمع بشید نیست. مردم باعث خودشون هستای مقاومت رو تشکیل بدن، ما هم در درون اونها، ما جزء مردم هستیم، ما از مردم هستیم. ما به هیچ کس نمیگیم بیا لنگش کن، ولی خودمون که در گود بشینیم. شما مطمئن باشید که ما توی گود هستیم و داریم این کار انجام میدیم. بنابراین ما حرکتمون رو باید طوری انجام بدیم که درسته که به نظر میاد عمومی هست، به نظر بیاد رژیم تا میخواد بره بگرد ما رو پیدا بکنه. ببینید روی همون صحبت سه‌شنبه‌ای که من گفتم، اینها در چهار نقطه اون جایی که به اصطلاح من زندگی میکردم در شیراز با توپ و تانک و اسلحه چهار تا خیابون رو گرفته بودن. به اصطلاح هنوز ما حرکتی نکرده بودیم این کار کردن. بنابراین چرا امکانات رو به دست اونها بدیم؟ هر ایرانی باید که هر کار کوچکی میتونه بکنه، خودش هم نیرو دور خودش جمع بکنه، نیاز هم به ما نیست. خیلی با ما از اون موقع تا حالا تماس گرفتن، آقا بگید ما اسم شما چی هست، کجا هست، فلان کجا، بیام شما رو ببینیم. هر نیازی نیست آقای سپاهی، نیازی نیست شما بیا ببینی من کجا هستم، نیاز نیست بری ببینی اون کسایی که با ما کار میکنن در کجای شیراز یا اصفهان یا خوزستان یا جای دیگری هستن. برو بمیر، برای اینکه هر باید آنچنان بزنی و دری. ما هرگز با شهید پروری موافق نیستیم، ما هرگز موافقی نیستیم که کسی بره یه نفر رو بکشه، مثلا همین پهلوان حاجی دو در یک نفر کشته بعد آزاد گشته گرفتن کشتنش. خیلی ما با همچین چیزی موافق نیستیم، باید بزنی و دری. این جنگ یک جنگ فرسایشی و پارتیزانی است و هیچ راه دیگری جز این نداره. این از لحاظ جنبه عمومی و خصوصی توضیح دادنش هست. و این که چه بایستی حرکت کرد، شما خودتون توی انقلاب بودیم، ما هم توی انقلاب بودیم، از دست ما هزاران کار بر می اومد. ما در شیراز به عنوان مثال براتون بگم، با اتحاد مردم که دور هم جمع شدن، من خودم باورم نمی شد ما دیوار 80 سانتی ساواک رو که توی خیابان زند بود با جوانها با هول دادن ریختیم پایین. هر کسی هر کاری که از دستش برمیاد، بله در یک پادگان تیراندازی بود، همه فرار کردن. دست آخر سه نفر با از سایه رفتیم و اونجا را از چنگ اینها بیرون آوردیم. بنابراین هر کسی به اندازه توان خودش، و این هم نیست که آقا همین فردا صبح بیرون اینها را بندازه زمین. بحث من این هست، اینها دستشون در دست همون آمریکا هست، اینها دستشون در دست همون روس و دستشون در دست همون انگلیس هست. من میگم باید اینها رو شناخت و گول این حرفا رو نخور. مردم ایران بایستی به اندازه توانیشون ببینید، همینی که اینها سرکوب کردن مردم، همینجور که اینها جوانها رو از بین بردن و توی زندان انداختن، در حقیقت تیشه به ریشه خودشون زدن. چون وقتی که بیگانه در سرزمین وارد شد، فقط همین سپاهی بچی کسی بایستی بره بشه چرخ زیر گوشت زیر تانک. جوانهای ایران اگر من جوانها باشم، یک قدم برای دفاع از آخوند بر نمیدارم، اسلحه بر میدارم بر علیه بیگانه، ولی بر علیه آخوند هم بایستی بردارم. اگر اسلحه در شیراز و در جایی برداشتم، از خونم که اومدم بیرون اول باید که آخوند رو بزنم تا برسم به خط جبهه جنگی که در مقابل به اصطلاح بیگانه وارد شده به سرزمین هست. اگر جز این کنم، در حقیقت آب آسیاب اینها ریختم. ما در موقعیت بسیار حساسی هستیم. مردم پس از 40 سال فهمیدن که آقا اینها بیگانه هستند و اینها دست کشانده هستند، اینها مردم کش هستند، اینها اختلافگر هستند، اینها دوست هستند، به اینها هیچ اعتماد نیست، اینها تجاوزگر هستند. حالا همون جوانهایی که چشمشون به اینها روشن شده و موقعیت رو شناختن، میخوان از دوباره ببرن بکنن دم تو و این دفعه بین خودشون یه از یک طرف اینها شلیک کنن به اونها یا پا ندادن اسلحه و مهمات، از اون طرف هم آمریکا 2 میلیون جوانی رو که تازه عقلشون رسیده اونها هم اینجا فنا کنن. به هیچ وجه به نظر من جنگ برای استقرار آخوند در حقیقت کمک به بیگانه است برای استیلا بر ایران. حالا چه کار از دست ما برمیاد؟ ما داریم برنامه‌اش رو ریختیم، در ایران هستیم، هیچ به هیچ کس هم نمیگیم از کجا، از هر دو که تونستیم شروع میکنیم. مردم هم باید دیگر جلو و حمله کنن و یه جوری خلاصه با اینها در بیفتن. بسیار راحت هست شما دقت کنید، حساب کنید، آقای کاملی و چند تا کله گندش فقط میتونه توی ماشین زده گلوله بشینه، ولی اون طلبه ای که توی خیابون جلوی خواهر و برادر ما رو میگیره و میخواد
امر به معروف و نهی از منکر کنه توی ماشین زنده گلوله میشینه، بزنید توی سرش، نگذارید این بیه توی خیابون پیدا بشه. اصلا من نباید جرأت کنن بیان در خیابون با لباس آخوند ظاهر بشن، اینجوری باید درد. بسیار ممنونم از شما. اجازه بدید که بریم آفریقا، شاید هم ایشون آمده باشه کالیفرنیا. آقای مصباح که خودشونم یه مدت با همین دولت با همین حکومت کار کردن و اینها رو بهتر از همه میشناسن، نوشتن که جناب سوربی به نظر من در خارج از کشور دوستان باید از تفرقه افکنی پرهیز کنن و سعی شود کلیه نیروها از چپ و راست، مجاهد و سلطنت طلب، مصدقی و ساواکی و غیره را تنها برای یک هدف بسیج کنند، همانطوری که آقای خمینی عمل کرد و از همه نیروها استفاده کرد. اجازه بدید من نوشته آقای خورسندی را بخونم بعد شما در این دو مورد صحبت کنم. آقای خورسندی از کانادا نوشتن که سال 57 آنقدر کشته ندادیم، برای مثال انقلاب، برای مثلا انقلاب، ولی الان اگر ملت بخواهند بدون یک رهبری سنجیده کشتار تا میلیون ها خواهد رسید. سال 57 تمام دنیا با خمینی از رادیوها تا سران کشورها الان هم احتیاج به این راه داریم. نظر شما درباره این دو موضوع چیه؟ موضوعی که آقای مصباح میگه، خب آقای مصباح شما خودتون بارها دیدید اینجا میان یک جنبش جدید شروع شده، قرار شده همه رو هماهنگ کنه، همه با هم باشن، بلا فاصله یا بعد از اون میتینگ یکی یکی میان خروجشون رو اعلام میکنن یا اصلا اون میتینگ برگزار نمیشه و 40 ساله نتونستن. اون شورای ملی مقاومت هدفش این بود که طرفداران پادشاهی، مجاهدین، به اصطلاح طرفداران رضا پهلوی، اینها به هم بپیوندن، ولی نشد دیگه. و این چه کسی باز باید اون کار انجام بده من نمیدونم، چه برنامه اونا اجرا کردن من نمیدونم، ولی درباره این که این بار اگر اشکالی پیش بیاد به احتمال زیاد جنگ داخلی میشه. ما نمیخوایم به مردم بگیم نکنید، این میشه اون میشه، ولی از طرفی خب باید فکرشم کرد و نگران بود. نظرتون درباره اینه که تلفات مثل 57 نخواهد بود و میلیونی خواهد بود چیست؟ ببینید همونجور که گفتم مسئله به همین سادگی نیست. هر کسی هم که میاد میگه مبارزه ساده است و راه ساده ای در پیش است، هم خود فریب داده، هم از موقعیت به موقعیت آشنا نیست، یا این تعریفش فریب مردم است. و همون جوری هم که ما گفتیم، وقتی ما میگیم هر کس به توان خیش، یعنی که آقا ما نمیگیم بیا جانت در خطر بنداز، ولی شما بایستی ماهیت این رژیم رو بشناسید. یا قبول کن، سه راه داری، یا قبول با این چه توضیحات که من دادم، ملخ نما، قحطی ایجاد کن، عرب صفت و از کوزش فقط همین بیرون میاد. ببینید سه راه بیشتر نداری، یا بپذیر، سرت بنداز زمین و توسری بخور و به تجاوز بشه و 400 سال این مسئله طول بکشه، یا اینی که به اندازه توان با اینها همکاری نکن، به اندازه توانایی با اینها در بیفت تا به مرور زمان دست بیاد که به چه ترتیب میتونی ضربه به اینها بزنی بدون اینکه به خودت ضربه بخوره و به مرور زمان اینها رو از بین ببری، یا اینکه بیفتی جلو ندانسته و نسنجیده و نمیدونم اون اسلحه ما همیشه این رو گفتیم در ارتش، نمیدونم شما یادتون هست یا نه، که در جنگ بین گوشت و اسلحه، اسلحه هست که برنده است. بنابراین ما نمیگیم کسی بره خودش رو گوشت جلوی توپ و دم توپ بکنه، بایستی سنجیده حرکت کرد، هیچ چکی ما در این نداریم. ولی جدا از اینهایی که گفتم نیست، اونهایی که میگن آقا ما میلیون ها کشته میدیم، اولا ما نگفتیم میلیون ها بریزید توی بیرون از بستراتوی خیابون همین فردا، گفتیم به مرور زمان و راه و چاره رو پیدا کنید، زندگی رو برای اینها تنگ کنید. و بعد ضمناً وقتی ما داریم صحبت میکنیم این است که آقا سنجیده باید حس کرد کرد کنیم تا ببینیم اینها رو از کار بندازیم، ما میگیم با اینها همکاری نکنیم،
ملت با اینا همکاری میکنن، میرن توی خیابون امروز نمیدونم آژواست، فردا تاسوواست، فردا بلان هست. ولی بگذارید ببینید، ما داریم در رابطه با اینی که مردم با اینا چه کار کنن صحبت میکنیم. مردم اتفاقا در عرض چند ماه گذشته به ویژه کارگرها، به ویژه زحمتکشها، به ویژه معلمها توی خیابون اومدن و ریختن و به جز چند نفر که زندانی کردن کجا میلیون ها کشته شد. به همین سادگی نیست که اینها بیان اسلحه ببندن روی مردم. دو مرتبه اسلحه بستن روی مردم، اتفاقا سریعتر ریشه خودشون رو زدن. ولی ببینید ما صحبتمون با مردم روشن هست، برای اینکه خودمون مردمیم. من از مردم نمیخوام کاری کنن که خودم نمیکنم. من از مردم نمیخوام جوانشون رو به کاری وادارن که من جوان خودم رو وار نمیتارم. بنابراین زندگی جوان من و زندگی من به همون اندازه ارزش داره که زندگی اون و جوان اون ارزش داره. بنابراین راه رو بایستی سنجیده برای هر دو، هر دو بایستی زنده بمونیم و از پس اینها بر بیان. ولی شما ما و مردم رو بذارید کنار برای یک لحظه. آقا اپوزیسیون های ما حاضر نیستن، این در پاسخ به آقای مصباح، اپوزیسیون های ما ایران رو ملک شخصی خودشون به حساب میارن. غلط کردن، مگر علکیه؟ آقا شما کی هستی؟ منظورم ایشون نیست، ولی اپوزیسیون تو کی هستی؟ چه کسی همچین موقعیت به تو داده که حاضر نیستی منافع مردم ایران رو به رسمیت بشناسی و تضمین بدی؟ میگین آقا جون مردم خانه میخوان، کاشانه میخوان، حقوق میخوان، فلان میخوان. میگه آقا جون من این هیچ پولی نمیدم، میام میگیرم، قدرت رو بایستی به من بدی، بعد من مجلس ما اساسان فلان چیز رو امین بدم براتی. ما همچین درگیری هایی داریم با همچین تزویرهایی که قبلا هم دستشانده بودن. ایشون صحبت میکنه از سازمان مجاهدین، سازمان مجاهدین یک سازمان خودفروش است. صحبت میکنه از سلطنت طلبه ها، سلطنت طلبه ها یک سازمان، منظور من طرفداران اینها نیستن، منظور من اون قسمت مدیریت اینهاست و رهبری اینهاست. اینها خودفروشن. زمانی که 1357 انقلاب شد من یادم هست سازمان مجاهدین اتفاقا از من که اون موقع جوانی بودم دعوت کرد که برم اونجا، چون میدیدن مبارزه هستم. از من فریدون نامی دوست من بود، اتفاقا اعلامش کردم، از من دعوت کرد که برم در سازمان مجاهدین عضو بشم. منم رفتم اونجا ببینم اینها چی میگن. در همون خیابون زن یه کوچه بود بغل سینما آریانا، آخرش اینها مقرشون بود. رفتیم اونجا، آقا اینا چه سوال از من کردن؟ سوال اول این بود نظر شما در رابطه با روسیه چیست؟ گفتم روسیه تا اونجایی که میدونم یک دولت بیگانه است و در رابطه با ایران از طریق حزب توده لطمات بسیار سنگینی به ایران زده، مردم فروشی کرده، ایران فروشی کرده، همکاری کرده، فلان کرده، افسرهای ایرانی رو که بر علیه شاه وایساده بودن دو دستی بسته تحویل ایران داده. آقا اینا ناراحت شدن که هر کسی که روسیه رو نپذیره دشمن ایران است. جواب من به اینها این بود که من نمیدونم، من یک ایرانی اگر در مقابل بیگانه جبهه گرفتم ضد ایرانی هستم؟ بعد سوال دومش این بود که آقای مصدق رو شما رهبر ملی به حساب میارید یا غیر ملی؟ گفتم والا تا اونجایی که من میدونم آقای مصدق قرارداد نفتی رو امضا کرده و نفت ایران رو ملی کرده، ولی من از محتوای اون موقع هم قانون میخوندم، گفتم من از محتوای اینی که ایشون در از بلاد قانونی چه توانسته بگیره و چه نتوانسته بگیره اطلاعی ندارم. تا این اطلاع رو کسب نکنم نظری نمیتونم بدم، ولی تا اونجایی که من میدونم بر اساس گفته‌ها ایشون نفت ایران رو ملی کرده. آقا هر کسی که به آقای مصدق کوچکترین چیزی بکنه شکی بکنه اصلا ایرانی نیست. گفتم بسیار خوب، یعنی جز دو سومیش چی هست؟ گفتن آقا نظر شما در رابطه با حضرت علی چی؟ گفتم به نظر من ایشون قمیکشی بوده که گردن ایرانی میزده. نه آقا ایشون از نمیدونم فلان کسانی بوده که به نهج البلاغه رو نوشته در فصاحت و بلاغت. رو گفتم من حضرت خواهد تا اونجایی که من میدونم کتابهای حافظ و فردوسی و نمیدونم سعدی و فلان ها فصاحت بلاغتشون خیلی بیشتر از نهج البلاغه است. این صحبت ها چیه؟ هیچ آقا دست آخر اومدی بیرون موافقت نکردیم. بنابراین این سازمان ها دشمنی ریشه‌ای با ایران دارن. من برام آقای سلطنت طلبه رو که میگه آقا جون ناراحت این هست که اسلام در ایران شکست بخوره، با اون پیوند کنم که چی؟ خیلی خوب، میگم حاضرم با پیوند کنم، چون مذهب دیگران به ما ربطی نداره. ما بحثمون این نیست که چرا اینها مسلمان هستن، بحثمون این هست که اینها میخوان اسلام رو بر مردم ایران حکم کنن. ما
ما میگیم خیلی خوب، قبول کنید که حقوق نکنید. خب حق و حقوق مردم ایران رو میپذیرید؟ مجاهد میگه بله، من 10 قاتل آوردم، یکیش این هست که به ایرانی ها اجازه میدم که از تلگرام استفاده کنن. میگم ولی این ربطی به من نداره. یکیش اون هست که اجازه میدم ملت دارن درد بکنن. خودم ولی اینم که چیزی نیست که، یعنی وقتی نگاه میکنی چیزهای بسیار پوچ، چیزهایی که ما داشتیم و در زبان همین حکومت هم بالاخره تندازی داریم، اینا که به درد نمیخوره که این سازمان ها و این افراد و این به اصطلاح گروه ها، شما مطمئن باشید وقتی که جنبش مردمی ریشه بگیره، وقتی که جنبش مردمی بشه اون به اصطلاح نخی که وسط شمع هست، نخی که وسط نبات هست و نبات دور این جمع بشه، مطمئن باشید خواه ناخواه میان و میپیوندن و خواهند پذیرو. ما سازمان ها اپوزیسیون های بسیار مترقی داریم، کسایی داریم مثل آقای لادن، کسایی داریم که واقعا اینا به اصطلاح فرهیختگانی هستند که ایران دوست هستند و در انقلاب ایران میتونن کمک کنند. خواه ناخواه اینا خواهند پیوست و وظیفه ما این هست که آزادی زبان و بیان و غیر و اینها رو نه تنها برای خودمون بلکه برای همه اونها آماده کنیم. ما در اینی که در ایران آینده برای مجاهد، سلطنت طلبه و هر چیزی دیگری آزادی بیان، زبان، حق و حقوق برابر ایجاد بکنیم، ما هیچ نگرانی نداریم. ما این رو تضمین میدیم و انجام میدیم. ولی آیا اینها حاضرن بپذیرن؟ میگم خیر. اون یکی میخواد پادشاه بشه یا رئیس جمهور بشه، این یکم میگه آقا جون مریم رجبی نمیدونم رئیس جمهور منتخب مردم، بعد رفتن از بیگانه پاچ گرفتن که بیان بر سر مردم ایران بکوبن، ما بریم با اینها بشینیم؟ خیر، همچین. بسیار ممنونم از شما، امیدوارم در برنامه آینده بیشتر بتونیم با هم صحبت کنیم و دوستان بیننده و شنونده را هم در برنامه ها شرکت بدیم. باز هم اگر صحبتی دارید بفرمایید، اگه نه از شما خداحافظی کنیم و آخر هفته خوبی براتون آرزو کنیم. با سپاس از شما و درود بر تمام بینندگان و پرسشگران. خیلی ممنون. مرسی. دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم و اگر پرسشی، نظری درباره گفته‌های ایشون دارید، میتونید مستقیما از طریق فیسبوکشون باشون تماس بگیرید، صفحه‌شون نشون دادم، یا اینکه با من تماس بگیرید با تلویزیون مردم و ما نظرات شما، پرسش شما رو برای ایشون منتقل می‌کنیم. اجازه بدید درباره اون خبری که گفتم، خبر بعد از یک منبع موثق دیگه بپرسم. آها، ایشون بله پرسیدم که این دوست ما واقعا فوت شده، ایشون فقط یک علامت اینجوری فرستاده، به احتمال زیاد گفتم اتون آقای سعید سمایی درست گفتن و دیگه کاری هم نمیشه کرد. حالا شنبه و یه شنبه بگذره، دوشنبه با شما در مورد این دوست صحبت میکنیم که میگم تقریبا 40 سال، شاید بیشتر از بیشتر، چون از قبل از انقلاب با داداشای من دوست بوده، بعدم من آمدم آمریکا با ایشون دوست شدم و روزگار غریبی است. نازن خب ببینیم که این آقا خورسندی نوشتن پس 40 سال دیگه اینها سوارن، چون مردم ما صبورتر هستند. در زمان مغول‌ها، در زمان حاکمان اسلامی، مردم قبول کردند که اینها باشند. اتفاقا این چیزی که شما میگی متاسفانه هر وقت مهاجمی آمده به اصطلاح ایرانیا سالهای سال، 200 سال، 300 سال، 1000 سال داشتن. بله این دوستمون میگه که من در منزل هستم و نمیتونم صحبت کنم. پس اون خبر اینه، خبر اینه که آقای خسرو که اینجا به نام مایک با فامیل داریوش میشناخته میشون و صاحب رستوران های موبیدیک بودند، دیشب فوت شدن. ایشون فکر کنم یا همسن منه یا یکم از من بزرگتر، حتی از داداشای من فکر کنم جوانتر بود و آخرین بار من در منزل همین دوستمون دیدمشون و شبی رو اونجا با هم بودیم و یاد خاطرات گذشته. و جالب اینه که هفته پیش
در رادیو داشت راجع به موفقیت افراد خارجی میگفت که آمدن اینجا و خود ساخته، مثلا ایشون وقتی دانشجو بوده با داداشم من تو رستوران کار میکردن و بعد آمد اولین رستوران رو 1989 من یادمه که ما رفتیم اونجا یه عکاسی بود و وسایل و ایناش میخواستن به اصطلاح خراب کنن بریزن بیرون، ما هم کمک کردیم و آوردن و بردن و ردیف شد. بعد دومیش باز تو واشنگتن و اینها، امروز که با شما صحبت میکنم بیش از 25-6 تا نزدیک به 30 تا شعبه داره و دیگه آمریکایی‌ها همه رستوران موبی دیک رو میشناسن. و آخرین بارم که من دیدمشون اتفاقا دیدم خیلی هم وزن کم کرده بودن و یه ریش پروفسوری هم گذاشته بودن اینها، بذارید من عکس ایشون رو بهشون بدم. و بله آقای خسرو که همونجور که بهتون گفتم ما ایشون رو به نام داداشی صدا میکردیم، یعنی داداشی. اینه، این عکسی هست که شما اگر راجع به موبی دیک گوگل کنید، تایپ کنید، مطالب زیادی میاد و این عکس هم اونجا هست که ایشون آمد این ماجرای چلو کباب و کباب ایرانی و اینها رو از اون برو بشین تو رستوران و بیان سرویس و اینا به صورت فست فود ولی با کیفیت خیلی خوب درست کرد و 30 سال هم میشه بگیم در هر یه سالی یه رستوران اضافه کرد و آخر این شد که امروز نیست، از میان ما رفت. روان شاد، یادش گرامی باد. و بعض وقت آدم نمیدونه چجوری حالا با خانواده اینها صحبت کنه، با همسرشون، با فرزندانشون و چی میتونیم بگیم جز اینکه این هم قسمتی از زندگی هست. اجازه بدید من هم همینجا از شما خداحافظی کنم و امیدوار باشم که تا هستیم قدر همدیگر رو بدونیم و با هم مهربون باشین و آقای خسرو داریوش فامیلیشون یکم طولانی بود، من هیچ وقت یاد نگرفتم ولی یادم از زمانی که من ایران بودم، اتفاقا این بنده خدا پدر و مادرشم در سنین جوانی فوت شده بودن، یعنی شاید یه چیزی در خانوادهشون هست. در هر صورت دوستان مواظب خودتون باشید، مواظب افرادی که دوستشون دارید باشید و تا هستید سعی کنید که استفاده کنید، لذت ببرید از بودن و وقتی هم که کسی رفت بیایم بودنش رو، زندگیش رو جشن بگیریم و از بین رفتنش رو عزا نگیریم. من حالا احتمالاً تماس میگیرم ببینم اینها برنامه فردا چی هست. من تازه آمدم کاکو سوربی، داری میری؟ بله آقای آربان عزیز، این دوست ما، مثلا امروز نمیخواستم برنامه بذارم حقیقتش، چون با اون دوستمون قول داده بودم آقای رضا سلطانی پناهجویان رو دریابیم، آمدم چون با آقای فرزاد نیساری هم از چهارشنبه قرار گذاشتیم امروز باشیم آمدم، ولی این موضوع از صبح تا حالا هم من هم خانواده‌ام هم داداشامو به اصطلاح پکر کرده. در صورت من بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم، امیدوارم اوقات بهتری در انتظار یکایک شما باشه، در انتظار خانواده بزرگمون ایران و ایرانی ها در هر جای جهان که هستن. روز روزگار بر شما خوش، به امید دیدارتون ساعت 12 ظهر دوشنبه، ضمناً ساعت 4 یعنی 9 دقیقه دیگه برنامه آقای حسن ارشاد، برنامه شماره 201 اگه اشتباه نکنم دیروز فرستادن، براتون پخش میکنم. شما هم میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، اگر لطف کنید تلویزیون مردم رو حمایت کنید، استقلال ما رو به اصطلاح ضمانت کردید، با حمایت خود استقلال تلویزیون مردم رو ضمانت کنید.
خیلی ممنون آقای خورسندی، نوشتن روزتان و شبتان خوش. ممنون از شما که با ما بودید، بودن شما برنامه ها رو قوام و دوام میبخشه. اون شعر رو تا اونجایش که میتونستم خوندم. من خیلی متنفرم شعری رو بخونم که هم شاعرش میشناسمشون، هم زنده هستن و میترسم خراب کنم شعر اونا رو. من میگم اون کس که این شعر رو گفته با حال و روحیه خودش میتونه بهتر بیان کنه. در صورت اتفاقا برای داداشتون فرستادم که مهمان ما باشید تا با هم صحبت کنیم. میگه آقای اکبری، خدا شاهده یکی که فوت میکنه من حسودیم میشه. آقای گلپای شعری داره، خوشا آنان که با عزت به گیتی بساط خیش برچیدند و رفتن. و شما باورت نمیشه، من وقتی صبح شنیدم که ایشون فوت شده، خب وقتی به این ضرب العجل و اینها، حالا یا سکته کرده یا هر اتفاقی افتاده، سریع بوده. اگه قرار آدم بمیره همون بهتر که اینجوری بمیره. اینایی که چندین وقت علیل میشن، نمیدونم تو بیمارستان واقعا این کلمه ذلیل، اونجا ذلیل میشه آدم و اینها، اون یه زجر و شکنجه یه هم برای طرف هم برای خانوادش. خسرو آدم خوبی بود، به نظر میرسی که خوب هم از دنیا رفت. خدا نگهدار.